با سلام و درود به شما دوستان خوب و همراهان گرامی خوش اومدید به یک درس دیگه از درس, دیگه از درس دیگه آموزش زبان آلمانی از دوچ توی این درس میخوایم با همدیگه سوال یه سری دوستان رو جواب بدیم و ببینیم که تنگ و گشاد به آلمانی چطور میشه به طور مثال ما میریم خرید میکنیم حالا لباسی رو میخریم که تنگه یا کفشی رو میخریم که گشاده حالا میخوایم ببینیم چطوری میتونیم این صفت ها رو در جملات کاربردی آلمانی بیان بکنیم تمام درس های آلمانی در وبسایت دوچ پزشی بی مخصوص شما هست اگر هم تازه به جمع ما پیوستید میتونید دوچ رو در اینستاگرام یوتیوب فیسبوک و تلگرام هم دنبال بکنید فراموش نکنید که با و قن کردن و یا سابسکرایب کردن و بعد روشن کردن اون زنگوله درس های جدید رو از دست نمیدید خب اول با تنگ شروع میکنیم یک حالتی که برای گفتن تنگ استفاده میشه انگ هستش انگ انگ یه صفت هست یعنی تنگ به طور مثال میگم که این شلوار تنگه دی حوزه است انگ دی حوزه است انگ دی, حوزه است, انگ. دی حوزه است انگ یعنی تنگ هستش دی هوزه یعنی شلوار ولی معمولا به این شلوارهای کتون و یا پارچه میگن هوز حالا میخوام بگم که تیشرت بیش از حد دیگه تنگه دیگه انقدر تنگه که دیگه راه نداره داس تیشرت است انگ تیشرت است انگ موقعی که تو به یک صفت میچسبه یعنی میشه تو پلوس ادیکتیو معنی بیش از حد میده تو جمله گفتم تنگه اوکی حالا تنگه میشه پوشیدش ولی ممکن میگم Das T-Shirt ja, das ist zu eng, ja یعنی nicht خیلی تنگه. Das Kleid ist etwas eng. Das Kleid etwas eng. لباس یک کمی تنگه. Etwas اینجا معنی یک کمی یک مقدار میده. Das Kleid هم به لباس های زنونه هم گفته میشه. لباس های بلند زنونه میشه Das Kleid. تو جمله بعد میگم که این کفش ها خیلی تنگ هستند دیگه بیش از حد تنگ هستند من یک شماره بزرگتر میخوام فرض رفتم کفش بخرم دارم امتحان میکنم پا میکنم میبینم که خیلی تنگ میگم خیلی تنگ یه شماره بزرگتر میخوام دیز شو زین تو انگ اش مشت این نوما گروسا دیز شو زین انگ خب که اینجا هم همونطوریه مثل بالا سیز شو زین سو انگ یعنی دیگه خیلی تنگن و یک شماره بزرگتر میشه آین نوما گروسا گروس یعنی بزرگ گروسا یعنی بزرگتر ام گروستن یعنی بزرگترین کمپاراتیف زوپالاتیف هستش درس ها رو در کار کردیم قبلا دوستان عزیز زوپالاتیف کمپاراتیف رو یعنی صفت برتر برترین رو میتونیم ویدیوش رو در سایت پیدا بکنید موقعی که تو زبان آلمانی شما یه جایی هستید یه جایی قرار دارید که خیلی تنگه خب حالا به هر دلیلی یا آدم زیاده یا حالا وسیله هستش جانیست تکون بخورید میگن که هیا گید غشت انگ تو هیا گید غشت انگ تو یعنی معنی اینو میده معادل فارسیشی میشه که اینجا خیلی تنگه فضا کمه هیا گدس یا غشت انگ اینجا یا حالت پارتیکل داره حالت قبلا کار کردیم پارتیکل ها رو مدال پارتیکل داشتون میگه یعنی معنی بله نمیده تو این جمله معنی حالت یه حالت تأکیدی به جملهمون میده و سپرایزی که پشتش هست یا گدس یا غشت انگ غشت هم یعنی اینجا به معنی واقعا هستش جمله بعدی میگم اشوان این آنم انگن Ich wohne in einem من در یک اتاق تنگ زندگی میکنم. منظور یه اتاقیه که کوچیک و تنگ هستش. مثل خونه هایی که خیلی دارن خونه های کوچیک یا توی اتاق کوچیک زندگی میکنن میتونید این جمله رو ازش در از استفاده بکنید. سیما داست سیما هستش چون این اومده بعدش داتیو شده آینم و بعدش هم ادیکتیوش انگن شده درسته درس های ادیکتیو همه رو کار کردیم در درس های گراماتیکی در اختیار شما عزیزان هستش که صفت ها چه در از پسوندی میگیرن گیرن واجه بعدی که داریم واژه کناپ هستش کناپ معنی های متفاوتی داره دوستان یک معنیش تنگ بودن لباس میده یا تنگ و چسبون بودن زاغا هت این کناپس آن سارا hat ein knappes یک لباس تنگ و چسبون تنشه پوشیده فعلمون انهابن هستش انهابن یعنی برتن داشتن همون لباس پوشیدن معنی میده تو جمله بعد میگم که این کچلوار نسبتا کوتاه و تنگ نشسته مثل تو فارسی میگیم لباس نشسته به تن طرف تو آلمانی هم زیتسن استفاده میشه ده انسوک زیتس سیملش کتس و کنپ ده انسوک زیت سیملش کتس و ان کنپ انسوک یعنی کچلوار زیت سن اومده که صرف شده سیملش هم یعنی نسبتن قبلان کار کردیم درسشو کتس یعنی کوتاه، کنپ یعنی تنگ منظور جمع جور لباس به همین شکل میتونم بگم دیشوه زیت سن زه کنپ دیشوه زیت سن کنپ یعنی این کفش خیلی تنگ و چسبون نشستن منظور اینه که کفش ها تنگ هستن دیشوه هم همیشه پلوغال یا جمع هستش دوستان چون دو تا کفش همیشه هستش درسته یک جفت دو تا کفش داره ich habe einen knappen pullover als geschenk bekommen ich habe ein knappes pullover als geschenk bekommen یعنی من یک پولیور تنگ و چسبون به عنوان هدیه دریافت کردم به عنوان هدیه گرفتم خب این هست در از تنگ صفت تنگ حالا برای گشاد حالت مختلفی داره یه حالت که استفاده میشه گروس هست گروس یعنی بزرگ درسته گروس یعنی بزرگ همون معنی گشاد رو هم میده تو لباس حالا به طرف میگم توی لباس بزرگ تنه درسته یعنی لباسه برات گشاده میرم تو فروشگاه میگم که من اشتباها یه کفش خیلی بزرگ خریدم و میخوام اونها رو تعویز کنم عوض کنم یعنی بدم اونها رو و یه شماره کوچیکترش رو بگیرم به طور مثال میگم که اشهاب آسفازین این چو گوز شوه و اون مشتزی اون تاوشن Ich habe aus Versehen zu große Schuhe gekauft und möchte sie umtauschen. اشتباه یعنی یه کاری که غیر عمدی آدم انجام میده میگن آسفزین قبلا کار کردیم کافی این واجه هایی که بهتون میگم دوستان دو سایت جستجو کنید در قسمت جستجو درس و مربوطه رو با کلی مثال پیدا میکنید خب از شد آسفزین ها ایش تو گروس شوه که کافت اون مشتزی امتوشن. امتاشون یعنی تعویز کردن، عوض کردن، چنج کردن. دیزه یک اسمیه تو گروز. دیزه یک اسمیه تو گروز. یعنی این کاپشن برای من خیلی بزرگه، برای من خیلی گشاده. میبینید که حالت رفلکسیو داتیوش هم استفاده میشه. یعنی برای من خیلی بزرگه یا خیلی گشاده. دیزه جینز است نیشت گروز گنوگ. دیز جینز است نیش یعنی این شلوار جین به اندازه کافی بزرگ نیست به اندازه کافی منظور اینه که برای من گشاد نیستش منظور اینه که تنگه صفت بعدی که استفاده میشه وایت هستش وایت برعکس انگ هستش وایت یعنی عریض درسته یعنی پهناش زیاده همون معنی گشاد بودن تو لباس ها رو میده میگم که لباس های من برای من خیلی گشاد شده اند یعنی چی؟ یعنی اینکه من وزن کم کردم معنیش این میشه درسته یعنی طرف وزن کم کرده حالا لباساش براش گشاد شده میگه که میازیند مینه کلایدونگن سو وایت گواردن میازیند مینه کلایدونگن سو جمله من پاسیف هستش درسته پاسیف پرفکت درسته پاسیف رو هم در, سای در گراماتیک نیو 1 میتونین پیدا بکنید پس چی شد میگم لباس ها برای من خیلی گشاد شدن دیگه بیش از حد گشاد شدن منظوری نه sind meine ماین zu weit geworden. به جای کلایدون کلاموتن هم استفاده میشه ولی کلاموتن خیلی آمیانه هستش به جای لباس استفاده میشه ولی کلایدونگ هوخته چش هستش ما میگیم که یه چیزی رو برای خودم ما که رفلکسیو میکنیم به خودمون زمیر رفلکسیو داتیو باید استفاده بشه میگم اش میاد از کلاید وایت هم یعنی برای خودم لباس رو بایستی گشادترش بکنم پس میا استفاده میشه در حالت زمیر داتیو برای ایش هستش درسته دیزا پولی ایس تو وایت für dich دیزا پولی ایست تو وایت für یعنی این پولیور برای تو خیلی گشاده پولی همون پلووا هستش هر دوتاش استفاده میشه ولی پولی در زبان آمیانه استفاده میشه پس به جای رفلکسیو داتیو میشه از فیردیش هم استفاده کرد به همین شکل میتونم جمله بالا رو مثلا بگم که ایش muss das Kleid für بله دوستان این روش های گفتن تنگ و گشاد در زبان آلمانی بود امیدوارم از این جملات بتونید تو زندگی روزمرتون موقع خرید کردن استفاده بکنید حالا به عنوان تمرین میتونین جواب این سوال رو بدید ترکس تو لیبا انگ او دا گروس کلایدونگن ترکس تو لیبا انگ او گروس تو ترجیحاً لباس های تنگ میپوشی و یا گشاد میتونید جواب رو مثل همیشه در کامنت بنویسید رسیدین به این درس تا درسهای آینده بدرو دوستان من